درود بر هم میهنان و مبارزان دلیر ایرانی به آخرین بسته خبری کیوسک در سال 1401 خوش آمدید قبل از هر چیزی فرا رسیدن سال نورا را به تک تک شما یاران و دوستان تبریک می‌گوییم و امیدواریم سال جدید سال پیروزی مردم ایران بر دشمنان ملت ایران باشد پیامی که در سال جدید نباید فراموش کنیم و به آن ایمان داشته باشیم نور بر تاریکی پیروز است و اما سرخط اخبار امشب سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان اروپایی ها و آمریکا روی اپوزیسیون به عنوان آلترناتیو نظام حساب باز کردند و با طرح کنترل مردم به صورت محل محور جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی ندارد پیش از مشروع اخبار از شما همراهان عزیز درخواست داریم در طول دید و بازدید های نوروز یاد و آرمان های شهدای راه آزادی را زنده نگه دارید و با یکدیگر برای رسیدن به فردای آزاد و آباد پیمان ببندید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان، اروپایی ها و آمریکا روی اپوزیسیون به عنوان آلترناتیو نظام حساب باز کردند. علی ماجدی سفیر سابق جمهوری اسلامی در برلین میگوید به طور بی سابقه یک جریان ضد جمهوری اسلامی متشکل از ایرانیان خارج از مرز در سال 1401 ظهور پیدا کرده و روند اعتراضات آنها علیه نظام گسترده و بی سابقه است وی در مصاحبه با وبسایت دیپلماسی ایرانی که شنبه 27 اسفند 1401 منتشر شده با اشاره ی تظاهرات ایرانیان خارج کشور علیه حکومت گفته اگرچه یک خارج نمیتواند برای تمام مردم ایران تعین تکلیف کند اما در کنار آن نباید این روند و روی کرت های بیرون از مرزها را نادیده گرفت علی ماجدی که از تیر ماه 1393 تا آذر 1397 در زمان دولت روحانی سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود همچنین گفته است اگر اروپایی ها و آمریکا و کشوری مانند آلمان به دنبال مشروعیت بخشی دیپلماتیک به جریان ضد انقلاب باشند فعلا تأثیر تاثیرگذاری بالایی بر روند تحولات ایران ندارند اما آنها سعی می کنند از هر ابزاری برای فشار به جمهوری اسلامی استفاده کنند چون بعد از وقوع جنگ اوکراین و قرار گرفتن ایران در کنار روسیه برای تخریب امنیت اتحادیه اروپا آنها به دنبال تقابل تمام ایار با جمهوری اسلامی هستند به همین دلیل استفاده از جریان اپوزیسیون و معاند و مانور دادن روی حقوق بشر هم گزینه آنهاست دیپلمات سابق جمهوری که پیش از آلمان مدتی سفیر نظام در ژاپن و برزیل و کاردار سفارت در امارات نیز بوده در بخش دیگری از این مصاحبه هشدار داد که اگر سیاست ایران در همراهی با پوتین برای تجاوز به اوکراین تغییر پیدا نکند باید شاهد تبعات گستردهتر شدیدتر و تر از طرف آلمان و اتحادیه اروپا و کل جامعه اروپایی آمریکایی باشیم ماجدی تاکید می کند حمله به امنیت و تمامیت ارزی اروپا مسئله ای نیست که سبز و آمریکا از کنار آن به سادگی بگذرند بخشی از صحبت های علی ماجدی در مورد مذاکرات و وضعیت برجام است وی معتقد است که برجام با بدفرجامی فرجامی مواجه است و به ویژه بعد از تجاوز روسیه به اوکراین شرایط بغرنجتر و پیچیده تر شده و بعد از اخبار در خصوص همراهی ایران با این تجاوز عملا دیگر مذاکرات هسته ای به محاق رفته و امید به احیای برجام وجود ندارد ماجدی با اشاره به اهمیت کنفرانس کنفرانس امنیتی مونیخ در ترسیم مسیر معادلات امنیتی دنیا بدون نام بردن از شاهزاده رضا پهلوی گفت آلمان به قدری در سیاست ها ضد جمهوری اسلامی تند شده که نه تنها از نمایندگان ایران برای کنفرانس مونیخ دعوت نکرد بلکه حتی پای جریان اپوزیسیون را به کنفرانس امنیتی مونیخ باز کرد وی توضیح داده اگر آلمان فقط از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت نمیکرد اگرچه جای نگرانی داشت. اما این نگرانی به قدری پررنگ نمیشد که برلین با دعوت از جریان اپوزیسیون به جای جمهوری اسلامی ایران زنگ خطر مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت بخشی به جریان معاند را به صدا درآورد علی ماجدی در ادامه گفته اعتقاد ندارم جریان اپوزیسیون و معاند جمهوری اسلامی ایران آنقدر در سطح سیاسی و دیپلماتیک قوی است که می تواند نوعی مشروعیت بخشی را برای خود ایجاد کند اما همزمان هشدار داده نباید این واقعیت را هم انکار کرد که اکنون اروپایی ها و آمریکا روی این جریان اپوزیسیون به عنوان گزینه آلترناتیو حساب باز کردند این دیپلمات سابق با تکرار مواضع خود درباره همدستی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین دوباره توضیح داده متاسفانه روی غلط و سوء محاسبه تهران در تجاوز پوتین به اوکراین و همراهی تهران با مسکو در حمله به امنیت اتحادیه اروپا که آلمان موتور محرک تجاری آن است باعث شده که اکنون اروپایی ها و به خصوص آلمان به شکل بی سابقه ای تقابل با ایران را در دستور کار قرار دهند به همین دلیل برلین از موضوع برجام گرفته تا ارسال پهباد مرگ محسا امینی اعتراضات داخلی و غیره در تقابل با ایران و فشار به تهران استفاده جدی می کند. طرح کنترل مردم به صورت محل محور جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی ندارد تعدادی از فرماندهان سپاه و مقام های ستاد امر به معروف و نهی از منکر از آغاز طرح برخورد با کشف هجاب و برخورد با زنان به شکل محل محور خبر داده و اعلام کردند که این طرح از اولین روزهای سال نو در شهرهای مختلف ایران اجرا خواهد شد در این طرح به گفته فرماندهان سپاه و دبیران ستادهای امر به معروف به جای استقرار خودروهای گشت در میادین و خیابان ها نیروهای بسیج گروههایی به نام طلایهداران و همچنین نمازگذاران و افراد مرتبط با مساجد در محله ها برخورد با زنان با اتهام سرباز زدن از حجاب اجباری را اجرا می کنند مهدی علی بابایی معاون اجتماعی سپاه استان قم روز شنبه 27 اسفند گفت طرح امر معروف محله خود باشیم با هدف ترویج امر به معروف و نهی از منکر به صورت محل محور در قم اجرا می شود این فرمانده سپاه افزوده که در قالب این تر تمام پایگاهی بسیج در سطح استان نسبت به سازماندهی شبکه ای آمران معروف اقدام می کنند. به ای که عمل به این فریزه به صورت محل محور و پایگاه محور انجام می پذیرد. بابایی هدف این طرح را برخورد با کشف حجاب و ترویج و اشاعه فرهنگ افاف و حجاب و عمل به امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرده و افزود که این اقدامها در چارچوب طرح کلانتری تحت عنوان طرح کریمه اهل بیت انجام می شود که از اهداف کلان قرارگاه فرهنگی اجتماعی 19 دی است به گفته معاون سپاه قوم در جریان اجرای این طرح محل محور نیست تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر مساجد در دستور کار قرار گرفته است معاون سپاه قوم همچنین عنوان کرده که نیروی بسیج که در طرح امر به معروف و نهی از منکر محل محور فعالیت می کنند سازماندهی شده و برای اجرای طرحهای امر به معروف و نهی از منکر آموزش دیدند. علم الهدا که پدر زن ابراهیم رئیسی است روز جمعه 26 اسفند بار دیگر در نماز جمعه مشهد گفت که مورد کشف حجاب و بیهجابی دیگر بگونه ای نیست که دستگاه های امنیتی و اجرایی بخواهند مقتدران وارد عمل شوند و مسئله را با عملیات حکومتی حل کنند و این در گرو یک اقدام فرهنگی و اجتماعی است که باید به همت مردم به آن رسیدگی شود و ریشه افاف و حجاب به عنوان یک ارزش مهم اسلامی پا بماند یک روز پیش از اعلام برخورد حل محور با زنان به دلیل سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری نامه 46 نفر از مدیران حوزه های علمیه تهران به ابراهیم رئیسی نیز منتشر شده که در آن بر اجرای کامل حجاب اجباری تاکید شده بود مدیران حوزه های علمیه تهران در نامه خود نوشتند اگر مقابل زنان و معترضان کوتاه بیاییم جلوتر خواهند آمد و اگر قرار باشد از قانون حجاب عقب نشینی کنیم دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم از 26 شهریور امسال و آغاز خیزش سرسری که در پی کشته شدن محسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد آغاز شده بسیاری از زنان در ایران از رعایت حجاب اجباری سرباز زده و مقامات حکومتی از ترس اوج گرفتن بیشتر شعله های اعتراض و خشم مردم امکان به کارگیری گشت ارشاد و برخورد با زنان در خیابان ها و میدان های اصلی شهرها را ندارند از همین رو مقامات حکومتی اکنون طرحهای مختلفی از جمله طرح برخورد محل محور با زنان به دلیل سرباز زدن از رعایت هجاب اجباری را در دستور کار قرار دادند در یک هفته گذشته نیز اداره اماکن نیروی انتظامی و همچنین دادستانها چندین هتل و مرکز گردشگری از جمله پارک طبیعتگردی یست، یزد هتل سرای آمری در کاشان قلعه نارین در میبود و حتی برای مدتی مجتمع تجاری الماس تهران را به دلیل رعایت نکردن هجاب اجباری از طرف زنان پلم کردند مقامات جمهوری اسلامی همچنین اقدامات گسترده ای را برای اجرای کامل هجاب با ابلاغ دستور دستورالعمل حجاب به داروخانه ها بیمارستان ها و ادارات و اماکن گردشگری و مجتمع های تجاری و فروشگاه ها به اجرا گذاشتند در دانشگاه نیز وزارت علوم و وزارت بهداشت اقدام های گسترده ای را برای اجرای کامل حجاب اجباری آغاز کرده و صدها دانشجوی دختر را تحت عنوان رایت نکردن حجاب اسلامی به کمیته های انضباطی احضار یا از تحصیل تعلیق کرده و در برخی دانشگاه ها همچون دانشگاه سوره تهران و دانشگاه شیراز برای دختران دانشجو مشاوره حجاب اجباری برگزار کردند اما میلیون ها زن ایرانی در عمل دیگر حاضر به پذیرش و اجرای حجاب نیستند و شماره گسترده ای از زنان در خیابان و معابر عمومی بدون نمادهای حجاب اجباری حاضر می شوند و حاضر نیستند به شرایط پیش از آغاز خیزش سرسری بازگردند